آیا حاضر هستید برای چیز ابدی یک چیز موقتی رو فدا کنید خدا ما رو دعوت کرده خدا ما رو فرا خانده. و تنها و تنها زمانی ما نجات بیابیم که اینمان بیاریم به سر یگانه خدا که برای گناهان ما مرد و اسم ما در رفتر حیات چیه؟ بیشتر وقتا ما به جایی که ببینیم خداوند برای ما چی معیار کرده میبینیم که ما چی داریم من کی هستم آخه من که ندارم که نگاه کن چقدر دست و پام خالیه من یه نفرم هیچکی منو نمیفهمه هیچکی تحمل منو نمیکنه هیچکی برای من حرفای خوب نداره بزنه ولی وقتی بمونه به خداوند برمیاندازیم مزمور 123 میگه چشمان خدا بر میارتزم مثل قلام به سوی آقای خود مثل نوکری به سوی خاتون خیش ها؟ کنیزی به سوی خاتون خیش خدا برکت بده من میخوام تو دنیایی که مردم به خودشون نگاه میکنن به جیب پولشون نگاه میکنن به قدرتشون نگاه میکنن به اون موقعیتی که دارن نگاه میکنن ما یاد بگیریم به های خدا نگاه بکنیم یاد بگیریم به قولی که خدا ده. خدا گفته میشه خدا گفته اتفاق بیفته حتی اگه یه نفر باشه چون خدا گفته عوض میکنه همه چیو وقتی میگه به زخمای او ما شفا یافتیم به زخمای او ما شفا یافتیم وقتی که میگه من تو رو هرگز ترک نکنم آقا خداوند من که ترکم که تنها من پناهنده نون ندارم بخورم آقا تو آمریکا داره راجع به چی صحبت میکنه اونجا خداوند گفته تو رو ترک نمیکنم هللویا خدا به یوشا میگه ببین که تسلیم تو کردم آیا میبینیم که خدا این شهر رو به ما داده آیا میبینیم یه روزی اینجا پر از نجات یافتگان هست کسانی که به خون مسیح خریده شدن به زندگی خصوصی خودمون آیا میبینیم پنج سال دیگه من در چه موقعیتی استادم زندگی من موفقه یا یعنی که نمیدونیم ما چه میدونیم هر چی شد دیگه چیکار کنیم میگه سرنوشته دیگه آ, آ مردم ایماندارا با سرنوشت نمیرن جلو مردان خدا زنانی که با خدا زندگی میکنن کسی که بر اساس کلام خدا هم میرن بالا میرن جلو خداوند چی گفت گفت چیزی که در ملکوت هستش در دعای ربانی به طلبت که بر زمین کرده شه یعنی چی یه چیزی که در بالا کامله در پایین کامل نیست امروز ما اینجاییم شما میدونید هفته پیش طوفانی اومد که شهر از بین رفت به نام ژاکلین یا چاکلین ودیور ها کسی فکر میکرد خونه رو بیاد وردر باد ببره طوفان ببره ها ولی بل... خدا میدونست خدا میدید برای همین خدا فیض ببخشه امروز من و شما نمیدونیم چی میشه فردا ولی وظیفه چیه به خودمون نگاه نکنیم به اون نگاه کنیم به وعده های اون نگاه کنیم انتظار داشته باشیم در ما عمل بکنه بریم جلوتر در... پس خداوند تسلیم ما کرده شیطان زیر پای ما هستش ما, ما سر هستیم تسلیم ما 28 میگه ما دوم نیستیم ما بالا هستیم پایین نیستیم تسنیه 28 رو بخونید که خداوند چی به ما داره میگه اگه تو خودتو دم میبینی انتها میبینی پایین میبینی این اراده خدا نیست این دروغ شیطانه که داره به تو میگه تو باید خودتو در بالا ببینی حتی اگر نمیبینی در جسم باید بدونی که کجا هستی در کتاب افسوسیان میگه ما در جایهای آسمانی با عیسی مسیح مقرر شده ایم هللویا نه در جاهای پایینی ما برای جهنم نشدیم ما برای جهنم نشدیم طرف میگه به جهنم که اینجوری شد به درک اون خدا جهنم برای ما نه درست نکرده برای اشرار درست کرده برای شریر درست کرده برای شیاطین درست کرده برای شیطان و دار دستش درست کرده من نمیخوام برم اونجا من میخوام اونجایی برم که خدا برای من مهیا کرده شما چطور بگید شک خداوندا که ملکوت از آن منه برکت از آن منه اینو اعتراف کنید در باب شش که داریم میخونیم کتاب یوشع آیه سه چی میگه خداوند میگه همه مردان جنگی رو در شهر جمع کن میتونی میگه مردان جنگی؟ جنگ. همچین مردونه بگید مردان جنگی مردان. مردان جنگی مرد جنگی اسمش روشه ها؟ زنان جنگی نه از اون زنان جنگی درد سر درست کن نه زنان خداوند زنانی که دختران خدا هستن کسانی که مثل استر مثل روت میستر خدا رو جلال میدن مثل مریم مثل بسیاری زنان اه، اه، کتاب مقدسی اینا باید مردان جنگ، ببینید اگه میخوایم وعده که در این کلام پر وعده هستش خدا وعده زیادی برای ما معیا کرده، این مال ماست اگر شما اینو دریافت نمی اشکال از خدا نیست خدا وعده هاشو نمیاد اینجوری کنه به این ده تا میدم به این یکی میدم به این اصلا نمیدم ازش خوشم نمیاد خدا عادل نیست اگه این کارو کرده باشه حالا آمریکایی رو بیشتر میدم اون افغانی رو کمتر میدم ایرانی رو وسط میدم نه وعده ها هم هست. رو مسیر رو صلیب برای همه مرد افسوسا میگه یک خداوند یک تعمید یک ایمان تمام شده رفت تکلیف مشخصه ما یک نجات دهنده داریم یک رها کننده داریم اونم اسمش عیسی مسیح خداونده حالا ولی وقتی ما میخوایم این در زندگی ما کرده بشه اگه میخوایم وارد وعدا بشیم شهر کنان چی بود سرزمین کنان سرزمین وعده بود میتونیم بگیم وعده؟, وعده سرزمین وعده بود اگه میخوای وارد سرزمین وعده بشی که خدا برات مهیا کرده قبلا جاسوس فرستاد رفت همین یوشا و کالیب رفته در باب دو دو نفر دوباره یوشا میفرسته که برن اگر میخوایم وارد اون سرزمین بشیم که اسمش وعده است باید مردان جنگی باشیم هللویا ما نمیتونیم مردان از اونایی باشیم که قمه فروختن سه شوار خریدن باشیم باید بیستیم هللویا باید بیستی میدونی بعضی وقت ما چیکار میکنیم میگیم خداوندا برکت بده آخه من بدبختم من بنده تو هم. من بیچاره هستم حالا خدا میشه سر گوش میکنه میخواد تو چی بگی تا آخر بعد آخر سر چی میگی یادمون میره هفته بعد میگیم بعد یادت ما برای دعا کردیم میگه چی یادمه خودش یادش نمیاد طوری دعا نمیکنه که داره دریافت میکنه ببین یه بچه کوچیک وقتی میاد پیش پدر طوری حرف میزنه که دریافت کرده ول بهشم ندی ولت نمیکنه انقدر میگه تا بهش بدی بابا کشتی ما رو بگی برو راحت بشی بعد دستت ها میکنه حالا دختر خوشگله اونجوری نیستش ولی خیلی یا مثلا سابکارا دیدید مثلا کسی کار کارگرا میان میگن آقا میشه این وام ما بدی میشه این شغل ما بدی این پوزیشن ما بدی بعد سابکاری کنیم، واقعا آدم پیگیری هستش چرا نباید بیم بدم چرا نباید اینو تو موقعیت قرار بدم اگر ما دعا میکنیم این گوره اگر ما میدونیم پرانتز اگر ما میدونیم که دعایی که میکنیم طبق کلام خداست هیچ دلیل نداره که گیواپ کنیم هیچ دلیل نداره که بگیم نشن دیگه نشد دیگه چیکار کنم باید بیستیم تا برکت دریافت بکنیم یادتون میاد یعقوب رو وقتی که جلوش دشمن بود که برادرش بود میخواست میدونست که این چه بلای سرش آورده میخواست انتقام بگیره پشت سرم که هیچ دیگه تاریکی بود ناامید بود میگه شب تا صبح با فرشته خدا کشتی گرفت که چی بشه گفت برکت ندهی نروم نروم آیا ما آخرین بار برای یک موضوع چه جور با اصرار دعا کردیم مسیح گفت به, به شما خواهد شد سوال کنید که خواهید یا بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد بدونید بعضی وقت بعد کوبید بعد کوبید طرف باید ببینه اصرار ما رو. در این مورد همینطوره خدا باید ببینه که ما چقدر جدی هستیم سیریس هستیم آیا ما مرد جنگی هستیم نریم با مردم بجنگیم بریم بیستیم تا وعده خدا رو دریافت کنیم خدا میگه میخوای وارد عریها بشی مردان جنگی رو جمع کن آقا جمع کن با چی با چه ببینید ایماندار اسلحه داره ها اونه که میگن اصلا ندارید من اصلا بتون میدم الان اصلا ما چی هستش اینجا اولا میگه یک مرتبه هر روز برید خیلی دوست دارم خدا مخصوصا در احتتی هر چی که میخواد بشه خیلی به ترتیب خیلی جزئیات رو هم میگه منظم و هدفی داره خداوند این کار اینجا که روز یک بار دور شهر تواف بکنه حالا این عریهایی ها نشستن اونجا یک دیوار بزرگ رفته بالا اینا پشت دیوارن. میگن میگه اینا چیکار دارن؟ میکنن هر روز رژه میرن پشت این دیوار آقا یا میایید تو میخواید بجنگید میخواید چیکار کار خبر ندارن ولی خدا میدونه داره چی کار میکنه روز هفتمی در کار هست هللویا روز هفتمی در کاره حالا میرسیم به می روز هفتم میگه آیه چهار هفت کاهن رو انتخاب کن میتونی میگی هفت, هفت. هللویا هفت کاهن یعنی هفت خادم هفت رهبر هفت مرد خدا رو انتخاب کن که چیکار بکنن هفت عدد کامله میخوام بدونید شما اینا عدد کامل هفت هستش در کتاب مقدس پیش تابود یا اون در واقع صندوقچه عهد که قبلا گفتیم درش چی بود درش عصای هارون بود و ده فرمان بودش در اون یعنی چی یعنی حضور خدا اونجا بود تمام شریعت به این خلاصه میشه نه در ده فرمان هستش میگه خداوند خدای خود رو محبت کن هم خود خودت رو محبت کن در اینجا بوده به طور سمبولیک یعنی حضور خدا اگه شما عهد عتیق رو بخونید قوم خدا هر موقع میرفتن هر جایی میخواستن به این تابوت عهد باشون, باشون بود یعنی چی حضور خدا خیلی جالبه مردم صبح میرن سر کار شب میان اصلا حضور خدا رو انگار میبندن میزن تو خونه میگن شب میام میبینمت خداوندا هفته یه بار کلیسا میرم خداوندا میبینمت من نمیدونم امروز هم تو کلیسا که بودیم میگم من نمیدونم ایمان داره که هفته یه بار میرن کلیسا به کجا میرسن چجوری جوری میتونی زندگی کنی تو این دنیا ما که داریم هر روز تو کلیسا یه دونه کلیسا میریم آخر میگیم خداوند رحم کن احتیاج داریم به فیض تو همش صبح تو شب تو خونه هامون دعا هست میگیم خداوند فیض عطا بکن ببین شیطان دزده میتونه بگه شیطان دزده شیطان دزده میخواد چی بدزده میخواد حیات ما رو بدزده آرامش ما رو بدزده مال ما رو وقتی ما از دستای خدا خارج میشیم با او قدم نمیزنیم با او زندگی نمی کنیم اون موقع است که پنچر میشیم اون موقع است که نا. من تعجب نمی کنم ایمان داری اگه مثلا دو هفته یه بار در کلیسا باشه یا مثلا کریسمس به کریسمس نو چی میگن عید قیام به قیام برگرده بگه من درب داغونم اف کورس که درب داغون میشه شیطان یکی دیده بودید بچه بودیم من از این کارا زیاد نکردم ولی بعضی این کارو میکنن یکی رو میخواستن حالشو بگیرن یه جا یه گوشه گیرش میابنه. انقدر میزدنش که کسی نباشه نه شیطان همین کار رو میخواد بود کلیسا اون پرتکشنه اون, اون حفاظ الهی استش ما برای چی بریم کلیسا؟ بریم یه چیزی کشیشا از ما بگیرن هدایا بگیرن یه سرودی بخونیم یه کلامی نه میریم در پومبنزین ما هست اونجا میریم چارج میکنیم میریم خدمت میکنیم بر بگردیم میریم خدمت میکنیم هللویا ما فرق داریم با مردم دنیا در اینجا چی میگه؟ میگه هفت کاهن بیان حضور خدا رو با خودشون ببرن اولین چیز برای فتح اون جایی که خدا اومده اون وعده‌ای که خدا اومده که ما لازم داریم داشته باشیم با حضور خدا هست هللویا رومیان 8:28 دیروز تا بار گفتم اینا. برای اونه که با خدا راه میرن همه چیز بر خیریت با هم در کاره ولی باید با اون راه بری حضور او باید با تو باشه امانوئل باید در تو باشه در تو عمل بکنه دوم چیزی که باید ببریم تا اینکه مردان جنگی باید ببرن که در واقع خداوند شهر رو بده هفت کرانه یوبیل هستش یوبیل یعنی سال پنجاهم. سال برکت هر 50 سال اوصارا رها می کردن اون کسی که گناهی کرده بودن اشتباهی کرده آزاد می شدن و بعد جشنی بود و مراسم خاص خودش بودش هفت کردن یعنی هفت شیپور یعنی چی سمبل چیه سمبل شگ و پرستش هستش هللویا اگر می خوای وارد وعده خدا بشی باید پرستنده حقیقی باشی در یوحنا باب چهار عیسی مسیح گفت پدر طالب فرست... پرستنده حقیقی هستش آیا ما ورشیپر هستیم؟ پرستنده هستیم؟ پرستنده حقیقی ها؟ نه که بیام کلیسا حالا ما هی هندل بزنیم شما یه سرودی بخونید نه صدا تو ببر بالاتر دستاتو تو ببر بالاتر نه پرستنده کسی است که همیشه در حال پرستشه بوی پرستش از اون میاد بیرون ثروتش خونش مالش تمام عطایا و استعدادایی که داره بوی پرستش میده این هدایا دادن تازه قسمتی از اون چیزیه که ما باید بدیم به خداوند و میگفتیم خیلی قشنگ ایران هدیه رو جمع میکردن خداوند از اون چیزی که داده قسمتشو به حضور تو میاری این اصلا عادت شده همه میگفتن <تصفح> هر کی هدیه جمع میکرد میگفت قسمتشو دادیم ولی همش مال اونه مرگ و حیات ما در دست او زندگی ما در دست او او به خاطر نجات ما پسرشو فرستاد تا بر روی صلیب بمیره دقت ما باید پرستنده حقیقی باشیم واقعا جیس تاسف داره که خالق آسمان زمین ما عمر بده استعداد بده استعداد تو دنیا ما مصرف کنیم هفت روز هفته 24 ساعت ولی برای خدا استفاده نکنیم فرض کن من یک کامپیوتریست هستم خیلی وارد هستم تمام دنیا دارن از میگن آقا بیا تو رو خود این دستگاه ما را بنویس بیا کامپیوتر ما رو درست کن و در کلیسای خداوند ما نداشته باشه پول من در هر جا استفاده بشه پول جریمه بدم پول سیگار امیدوارم کسی سیگار نمیکشه تو کلیسا اینو بدم اونو بدم بعد به خدا که میرسه میگم ندارم بیچارم <applause> پول اوا، اقسام کفشا و لباس نمیخوام کسی رو بلیم کنم اصلا مدت زیادی اینجوری موزه نمی کنم دیگه میخوام بگم او شایسته است که ما اون رو پرستش بکنیم هللویا خونه من پرستش بشه عیزا ما رو میشناسن 20 ساله با نازنین ازدواج کردم همیشه تو خونه ما دعا بوده جلسه بوده مردم اومدن رفته همون چیزی که اینجا داریم اونجا هم داشتیم در کابینت ها باز بود اتاق خواب بچه‌هامون باز بود اینجا بود. همون تو چرا بیکارم نه میخوام خدا رو پرستش کنم با اونچه که دارم میخوام آنچه که دارم رو به او بدم چرا؟ چون درش رسیدن به وعده های خدا وجود داره هللویا میگه بردار مردان جنگی رو آدمای جدی هن مردان جنگی آدمای چیز نیستن آدمای جدی هستن کسایی که میخوان آقا مرگ و حیاته شوخی که نیست که اگه تو نظری دشمن میزنه به تو کسی که میره برای جام جهانی نمیره اونجا وقت بگذرانه تمام درا بسته است مامان فیفی زیزی بچه ها همه خدافس میخوان بریم برنده بشیم میخوان بریم جام جهانی رو بگیریم شوخی که نداریم که تمام بدن باید جدی آماده باشه برای دویدن تمام فکر باید آماده باشه روانشناس دارن روانکاو دارن چرا چون میخوان جام رو ببرن مرد جنگی برای جنگ داره میره آیا ما مرد جنگی هستیم اصلا شما تو دنیا چه خبره ببین چقدر مردم دارن حلاک میشن میدونید فامیلای ما عزیزان ما هی ما میگیم فردا 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 از کجا معلوم که فردا در کار باشه اصلا آن چش باز میکنیم ببینیم واو برکت اومده رفته ما دریافت نکردیم به خودم دارم میگم و به همه هم اون دارم میگم اینها باید در پرستش باشه فاکتور بعدی برای دریافت وعده چیه؟ در روز هفتم شهر رو تواف کنید روز هفتم یعنی چی روز هفتم اگه هفت عدد کامله روز هفتم چیه روز کامله هللویا به بگیر وقت کامل خدا وقت کامل خدا وقت کامل خدا رو خدا میدونه کیه یه نفر گفت خداوند صبر بده همین الان بده آخه صبر کن که خدا به صبر بده ها وقت خدا میدونی ما گاهی وقت میگیم یا بده 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 خدا میگه بابا الان وقتش نیست آخه من که حاضرم من چمه موعظه به این خوبی <applause> اینقدر انرژی اینقدر فلان پس چی شد خدا میگه وقتش پسرم خیلی راحت نشسته ریلکس خود زمان ها در دست خداست میگه وقت کامل ایزان وعده خدا رو باید در وقت کامل خدا دریافت کنیم هللویا ما نمیدونیم وقت کامل خدا برای هر کس چجوریه ما نمیدونیم وقت کامل خدا برای هر وعده چجوریه چی ولی چیزی که ما میدونیم خداوندا من, من مطیع اراده تو هستم بشه و نشه من تو رو قبول دارم بشه و نشه من ایمان دارم چون تو در وقت کامل عمل میکنی میگه چون دستتون اینجا باشه کتاب ابرانیان باب آز... یک کتاب ابرانیان باب یک هللویا باب یک میگه خدا آیه یک که در زمان قدیم به اقسام متعدد و تاریخهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود در این ایام آخر به ما به واسطات پسر خود متکلم شد و بعد توضیح میده که این پسر کیه در کی؟ در این ایام آخر باید ای ایام آخر میرسید باید زمانش میرسید باید وقتش میرسید که مسیح بیاد و عمل بکنه بگیم خداوندا من در روز هفتم میخوام دریافتم ما یه برنامه تلویزیونی داریم پخش میشه اسمش روز هفتمه یکی از برنامه‌مون این یعنی روز کامل خدا هللویه بگید بگید خداوند من مطیع تو هستم آنچه را که به حضور تو آوردم میخوام در وقت تو عملی بشه آمین هللویا و بعد میگه هفت مرتبه تواف کنید چی شد فاکتورای مردان جنگی رو میده که میخوان وارد عریها بشن شهر رو تصرف کنن کی هفت مرتبه بعد این کارو میکردن یعنی چی برد الناتان یعنی که وفادار باش در دنیای داری زندگی که بی وفا هستن توی ازدواج بیوفا هستن تو خانواده بیوفا هستن در همه امور بیوفا هستن ولی من ایماندار باید چی باشم با وفا باشم امین باشم وفادار باشم شما نصف انجیل بگردید همش راجع وفاداری داره صحبت میکنه نصف انجیل راجع به وفاداری هستش که چی بگه خدا خودش نسبت به ما وفادار بود عیسی مسیح اگه بی ما بی وفایی میکرد روز سوم از قبر نمیخواست چی میشد خدای ما خدای وفاداریه چقدر منو شما رو تحمل میکنه نه چقدر منو شما رو خدا تحمل میکنه منو که خیلی تحمل میکنه روزی چند بار نمیدونم ولی تحمل میکنه چند تا فرشته در روز به خاطر من کشته میشن که <خری> من آسیب بهم نرسه <تصفح> هفت بار میگه این کارو بکنید هف... خداوند هدایا دادم این بعد الناتا گفت این بیانیه رو بخونید نشد که پس چی شد خداوند اومدم کلیسا دعا کردم بعد دعا کردیم 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 نشد شد بدتر شد میخوام یادتون بنزم ابراهیم رو مرد خدا رو این موعظه ابراهیم و باب دوازده رو تو فیسبوک گذاشتم حتما برید گوش کن اگه نکردید ببین چه خداوند پیغام قوی به من داد و شنیدم و گفتم ابراهیم خدا بهش گفت بچه دار میشی 25 سال طول کشید خدا موسا رو از کاخ فرعون بیرون کشیده اونجا نشسته آقا شاهزاده است همه چی هم فراهم همه چی کباب و... نوکر رو، همه چی فراهم لیموزینه اون موقع در اختیارش بود خدا بهش میگه بیرون بیا بیرون باید کار دارم نمیخواد بیاد میترسه میگه من الکنم بلد نیستم چقدر موسی بهانه گرفت خدا میگه بیا بیرون باید کار دارم خدا اولش بیرون داره میره جلو حالا از اون بدبختیه که توی اون اتفاق که تو کاخ فرون افتاد اومده بیرون داره میره خداوند من دعوت کردی به خدمت بیا شبانی کلیسا بگو رفتی و اونجا جلو دریاست برای آورده جلو دریا قرار بده خداوندا هللویا که خداوند جلال خوش و آشکار میکنه دریا رو براش باز میکنه میریم جلوتر میره حالا کجا داره میره که از مصر آورده بیرون همه خیارا و هندونا همه رو تک کردن اومدن کجا در هتل بیابون <تصفح> چهل سال تو بیابون خداوند تو من وعده دادی آورده برای تو بیابون خداوند پولس رو انتخاب میکنه قاتل مسیار انتخاب میکنه سه سال میبرتش به عربستان میگه برو سه سال بشی عربستان حرف بزن فقط بشین عجیب خدای ما چی لازمه اینجا صبر و وفاداری 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 به مردم دنیا اگه ببینن چیزی توش منفعت نداره چی کار میکنن دایرکشن عوض میکنن دیگه نه نه خود که نشد که ما اومدیم بقاله بزنیم نگرفت حالا میریم چقاله میزنیم ولی فرزند خدا اینجوری رفتار نمیکنه یکی برگشت بود گفته به یکی از خادم اومدیم کلیسا زدیم نگرف رفتیم تو کار کتاب کلیسا زدی نه کلیسا زدنیه کلیسا بنا میشه روی صخره ابدی عیسی مسیح زدیم نگرف رفتیم کتاب فروشی زدیم مای گودنس تو ازدواج همین هست تو تحصیل همین هست نابرده رنج گنج میسر نشود مستهان گرفت برادر جان برادر کار کرد باید استاد بعد جنگید بعد اگه 250 تا نازنین میره فیلم پخش میکنه جواب نمیده 500 تا این دفعه بری پخش بکنه اینقدر بکنی تا این اتفاق بیفته قبل جلسه ما داشتیم دعا میکنیم با برادر برادر میگفتن باید بریم یک دعا کنیم دست بزنیم دعا کنیم باید بیستیم در حضور خدا روزه بگیریم خداوند کلیسای ما رو مبارک بساز در هر امری پوستمون بعد کلاف باشه برای کار خدا اگر میخواد وارد عریها بشه هفت مرتبه یعنی کامل عقب نشین نمی کنیم یه هفته بیام خوب موزه کنیم یه دفعه بیام شلش کنیم نه خوب کامل چون او لایقه هللویا چون من وعده رو میخوام چون وعده رو میخوام جدی هستم چون وعده رو میخوام جدی هستم هللویا و بعد یه کاهنان این کارو کردن یوشع میاد به همه میگه مثل پدر یوشع میدونی نون بود دیگه حالا چه نونی نمیدونم ولی یوشع ابن نون بود کاهنان رو صدا میکنه هرچی که خدا بهش گفته انجام میده خیلی برای من جالبه میدونی چرا بعضی وقتا ماها به خدا کمک میکنیم خدا میگه این منبرو رو اینجوری بذار میگم نه بابا خدا رو بذار اینجوری بذارم خوشگل تره خدا میگه تو چیکار داری من میگم اونجوری بذار نه یعنی به خدا کمک کنیم بیایم اطاعت بکنیم اطاعت وفاداری اطاعت هللویا اطاعت اطاعت درش برکت وجود داره من دیدم مزد اطاعت از خدا رو چشیدم تو زندگی و بعد میگه پیش برید شهر رو تواف کنید مردان مسلح هم چیکار کنن پیش تابوت خداوند برن مردان مسلح در کتاب افسوسیان باب 6 نوشته برای چی مسلح بشن ما اسلحه داریم ایزان اسلحه ما کلام خداست ایمان ما هستش و چیزهایی که در افسوسیان میگه زره هستش زره عدالت هستش کلا خود هستش میستیم و خداوند رو اطاعت بکنیم میریم جلوتر و اینا این کار رو انجام میدن آیه دوازده میرسیم میگه بامدادان یوشا به زودی برخواست و کاهنان و تابوت خدا روز هفتم اینجا دیگه ها و هفت کاهن هفت کرنه یوبی را برداشتن پیش تابوت خداوند میرفتن و کرنه ها را مینواختن و مردان مسلح پیش ایشان میرفته و ساقه لشکر از عقب تابوت خداوند رفتن و چون می میرفتن کاهنان کرنه ها را مینواختن پس روز دوم شهر یک مرتبه هم تو ادامه میدن تا روز هفتم آیه 15 میرسه شش روز روز یک بار رفتن و روز هفتم حالا باید هفت بار برن این کار بکنن تمام اسلحه که دستشون داشتن چی بود هیچی یک کرانا بود تابوت خداوند بود هیچی نداشتن از نظر دنیا مسخره بود آقا اینجوری که نمیرن جنگ کنن که یه شمشیری تو پیتاکی خیلی جالبه مسیح هم تو انجیل این کار کرد نه گفتن خداوند پن زن رفت گشته اینجا نشستن شاگردان گفت چی دارید؟ گفتم والا ما کی چیزی نداریم مسیح گفت یه بچه آمد هللویا به خاطر بچه خدا از بچه ها استفاده میکنه یعنی من شماگه شما بچه هستیم مسیح گفت مثل بچه نباشید وارد ملکوت نمیشید یه بچه آمد چی داری؟ 5 نان و دو ماهی آخه پنج دانه دو ماهی پن زن نفر غذا میخوره و از در میاد توزه مردا پن زن نفر بودن حالا زنها چقدر بودن نمیدونم ولی خداوند از همون پنج دانه دو ماهی خدا را شکر برای این موعظه و از کلام خدا شنیدیم پس اگر موضوعی هست درخواست دعایی هست حتما با ما تماس بگیرید ایمیل کنید تلفن بزنید پایین صفحتون هستش و ما جواب میدیم و برای تک تک شما عزیزان دعا میکنیم خدا برکتتون بده